سلام به عزیزان، سال نوتون مبارک. انشاءالله این سال خوبی باشه برای همه. میخواهم امروز با کمک دخترم مملکتی کوفته آرد نخچیر بهتون آموزش بدم. کوفته ای که خیلی آسان و زود آماده میشه. مواد لازم: نیم کیلو گوشت چرخ کرده، دو تا پیمونه آرد نخچی، دو تا قاشق رب، ادویه‌جات به اندازه دلخواه. ادویه‌شون چیه مادر؟ ادویه زردچوبه، فلفل، نمک. بله. سبزی معطر با دو تا پیاز. خب دوستان، جا داره من اینجا بهتون یه سلام بکنم. سلام، حالتون خوبه؟ مامان این کوفتش رو عالی درست میکنه. امروز اومده خونه ما، زحمت کشته، هم برام آششته درست کرده هم کوفته. چون من دو تا سه تا آموزش آششته رو داشتم دیگه وقتتون رو نگرفتم، رشتنم مامان ریر. میدونی که آششته رو بس زود آماده کنین تا قشنگ جا بیفته. حالا اون مرحله آخرم بهتون در نهایت آششته رو میریزم. مامان جون، حالا کسی که دفعه اولتون این کوفته رو درست میکنن مطمئن باشن وا نمیره؟ چون همه خانم‌ها یه ترسی دارن که کوفته‌هاشون وا نه، چون آرد نخچی نمیذاره باز بره. اصلا قدیما راست بود، ما وقت آشرش درست میکردیم بغلش یا کوفته یا کتلت حتما میذاشتیم، چون غذای نونی بود دیگه، کتلت یا کوفته. واقعیت اینه که من اصلا خود مامان بودم، دیدم مامان این کوفته رو درست کرد، بعد وا هم نرفت، خیلی هم خوشمزه شد. دیدم خب سبزی معطر که اومده، مامان خود بیاد خونه ما، از فرصت استفاده کردم. امروز آشپزخونه عمه کتی رو سپردم به مامانم. مامان اولین مرحله چیکار کردی؟ اول یه پیاز رنده کردم، الان سبزی معطر که فصل بهار بهترین وقت سبزیه، ریحون، گشنیز، تره، ترخون خورد میکنیم، قاطی میکنیم، با پیازمون گوشت رو میریزیم، همه مواد رو قاطی میکنیم. موقع درست کردن کوفته هم نشونتون میدیم چیکار میکنیم. حالا کسایی که هستن، عزیزان که خارج از کشورن، سبزی تازه دسترس نیست، میتونن با سبزی خشک هم میشه. بله، نه تلخون، هر چی خوش داشتن. خب پس آب پیازم گرفتیم، سبزی هم خورد کنیم. و سبزی خورد شد، آماده شد، داخل گوشتمون میریزیم با پیازی که رنده کرده بودیم مخلوط میکنیم. آرد نخودشون هم میریزیم، ادویه‌جاتمون هم میریزیم توش. برای که خوشتم و خوشتم بشه، دو قاشق هم زعفرون اضافه میکنیم. حسابی باید چنگ بزنیم. اگه عجله داشتیم همون موقع کوفتمون، اگه وقت داشتیم زمان داشتیم میتونید نیم ساعت بذارین یخچال که خودشو بگیره، بعد بندازید کوفتهاتون رو. چه بویی مادرم از بسبزی معطر. خب یه زنگ رو بیارم دست ما. این هم زردچوبه و فلفل و نمکش. خب این هم آرد نخودچی دو پیمونه برای نیم کیلو. پس در واقع میشه هر 250 گرم یه پیمونه. دو قاشق هم زعفرون اضافه میکنیم که معطر بشه. کوفته ها رو به اندازه اینقدر بر میداریم، تک نفره در میاریم، به اندازه بله یه نارنجی بر میداریم، اینقدر تو دستمون میچرخونیم که دیگه هیچ جا هواکشی نداشته باشه. بعد از میچینیم توی سینی، سوسش آماده شد، میذاریم توی سوس و دیمیم ساعت به چه آماده است. از اون کوفته است که خیلی زودم آماده میشه. هیچ ترکی ببینید، بذار بیارم جلو ببینید، اصلا هیچ ترکی روی کوفته نیست. حالا دونه دونه مامان درست میکنه و میذاره داخل سینی. ساری که به همر به اندازه گرد آماده کرده بودیم گذاشت. اول باید کوفتامون رو تف بدیم برای خاطر اینکه هم خودشو بگیره، هم وانره، هم خوشمزه بشه. ببین صورت کوفتامون رو ببینیم، این اندازه باید سرخ بشه، بیشتر از این نه. خیلی هم آهسته برگرده، خیلی هم که روانه شه. بعد این کوفته ها رو سوسشو پیاز داغ میکنم تو همون ظرفمون، رب رو میریزیم، سوسش آماده میشه، آب میریزیم به اندازه یه لیوان یا یه لیوان نصفی. کوفتامون رو میذارم روش، نیم ساعت بجوشه دیگه آماده است. میل کنی نوش جانتان. حالا مرحله میام یه کوچولو نشون میدم که اگر یه عزیزی دفعه اولش داره کوفته درست میکنه بدونه که به چه شکلی. خب تمام، ببینه اون طرف کوفته سرخ شده، این برم مامان بر میگردونه، این برای کوفتم سرخ بشه، بریم برای درست کردن سس.
کوفتامونم که تفت داده بودیم الان انداختیم توی سس، داره میجوشه. یه نیم ساعت سه رو بجوشیم کوفتامون آماده است. بعد دیگه به سلیقه سسش خواستین غلیظتر میکنه، اما این به عقیده من خیلی خوبه، هر جوری که خودتون دوست دارید. خب در نهایت فکر کنم ماما مثلا یک لیوان آب بمونه، چون ما یه ذره دوست داریم اون سسش هم تریت کنیم، خب بالاخره آذری هستیم، یه لیوان آب بمونه خوبه نه؟ یعنی یکی و نصفی که آب ریختیم بجوشه یه لیوانش بمونه. خب بعضی ها دوست دارن آب کوفته هم تریت کنن مثل آب گوش بخوره. خب نشونم بده اصلا کوفتمون هم وانه. ببینید کوفته هایی که الان گذاشتیم، ببینید اصلا هیچ تکون نخورده، نه چای خورده نه باز. ممنون مادرم، قربون دستت. هم از کوفته ما آماده شده. بچه خوش آب و رنگ شده. اگه دوست داشتیم بپزنیم بخونیم، خیلی خوشمزه است. ممنون که دنبال میکنیم پیج دختر من و عزیزان من. زنده باشید انشالله، روز خوشی برای همتون آرزو میکنم. به به، آشمونم آماده است. مامان دستت درد نکنه، عجب آشی شده. اینم از را آش رشتم، اون که خان عمه کتی جان تعریفش کرد، دلتون نخواد، جاتون هم خالی. انشالله که شما هم درست کنیم، به سلامتی تندرستی با خانوادتون میل کنیم. مرسی، سبزی هم که سبزی تازه است. بله، بهارو بهترین سبزی ها برای همه چی. ممنون مامان که امروز زحمت کشیدی، اومدی بودی مهمونی ولی اومدی آشپزخونه زحمت غذا رو کشیدی. ممنون. دوستان من خدافظی میکنم، مامان جان شما هم لطفا خدافظی کنید. روز خوبی داشته باشین، براتون آرزوی سلامتی کنم برای همه ملت دنیا، مخصوصا کشور خودمون ایران. مرسی مادرم، خدا حافظ.